انجمن دکتران نسایی ولادی افغانستان از میزان بلند مرگ و میر مادران در هنگام ولادت خبر می‌دهند. این انجمن می‌گوید که با قطع کمک‌های جهانی بیش از 2000 مرکزهای درمانی برای مادران در سرتاسر کشور بسته شده است. همزمان وزارت صحت هم می‌گوید که از هر 100000 ولادت طبیعی 661 مادر جانهایشان را از دست می‌دهند. این وزارت هم تأکید می‌کند که سکتور ساعت نباید سیاسی شود و کمک ها در این بخش باید بیشتر شود. بشیر احمد شیرزاد. افزایش میزان مرگ و میر مادران در هنگام ولادت در کشور. همزمان با نگرانی ها از میزان بلند مرگ و میر مادران در هنگام ولادت در کشور، مسئولان انجمن پزشکان نسایی ولادی میگویند عدم دسترسی شمار زیادی از مادران به خدمات صحی به دلیل فقر اقتصادی و نیز مسدود شدن 2331 مرکز درمانی در سرتاسر کشور به دلیل نبود تجهیزات صحی میزان مرگ و میر مادران در هنگام ولادت را بیشتر ساخته است. وقتی که ببینید 2331 کلینیک در یک مملکت دفتنی بسته شوه، از او آمار مرگ میر شما چی توقع دارین؟ مسلم است که بلند میره. واقعا مریضا بسیار زیاد وضعیتشان منفی است، قدر کمکام به حد کافی نیست که مثلا مریض مکمل تداویش از پول دولت شوه. یک مقدار گرچه IRC کمک میکنه، بعض ادویه را کمک کرده و ما، ولی کافی نیستی. با این حال مسئولان در وزارت صحت کشور میگویند که 661 مادر از میان 100000 ولادت نرمال جانهایشان را از دست میدهند. طی 20 سال قبل 1500 مادر در هر 100000 مادر وفیات داشتیم و فعلا ما تانستیم که این وفیات به 661 مرگ مادر در 100000 تولد زنده برسانیم. در این میان پزشکان در انجمن نسایی ولادی برنامه دو روزه را جهت ارتقای ظرفیت کارکنان صحی در این بخش روی دست گرفتند تا اندک از این چالش بکاهند. شرکت کنندگان با خرسندی از این برنامه ها می گویند که با آنکه آنان برای مراقبت از مادران امکانات اندک در دست دارند، اما این برنامه ها برای آنان اثر بخش است. تمام امی سیمینارها و بخشایی که در عرصه طبابت و هر نگاهی که باشه برگزاریش خیلی ها مفید و بسیار قابل هرج است. این در حالی است که پیش از این صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته بود که افغانستان بالاترین میزان مرگ و میر مادران را در آسیا دارد. بر بنیاد گزارش ها این صندوق 638 مادر در هر 100000 ولادت در این کشور جانهایشان را از دست می دهند. بر بنیاد گزارش های این صندوق 638 مادر در هر 100000 ولادت در این کشور جانهایشان را از دست می دهند. با این وجود اما وزارت صحت کشور بارها گفته است برای مقابله با این چالش ها جهان باید به کمک هایشان با سکتور صحت ادامه دهند.